صافی نمیذاشتی که اون چیزاش نیاد توش دیگه. نه اونو خیلی خوبه بخوری. آخه نمیشه بخوری که. چرا بابا؟ برای سال 1311. ببین وقتی که همه رو سوار میکردن این نکن یکیش که خالی بود یه سنگ جای یه نفر میذاشتن توش که تعادلش حفظ شه. ترافیک بود اومدیم تو کوچه پس کوچه ها چقدر قشنگ این جاهای قدیمی و سنتی ده. اینجا روبروی کاخ گلستانه. بازارچه اودلاجانه، تیمچه تاریخی اکبریان. این بازاره سرپوشیده قدیمی. حالا اینجا که بازارچه اودلاجانه ولی کلا محله اودلاجان یه محله مرفه نشین تو زمان ناصرالدین شاه بوده که یهودی نشین هم بوده، بعد الان توی یه بافت تاریخی قرار گرفته. هم مغازه های بازار. من خودم تا حالا اینجا نیومده بودم. اینم کوچه هاییه که میاد میخوره وصل میشه به بازار محله اودلاجان. اینجاست، خیلی قدیمیه. من تا حالا اینجا ها نیومده بودم دیگه. کوچه پس کوچه هاش میشه اون پشت. سلام، چطورید؟ امروز همسر جان رو پیدا کردیم، افتخار دادن با ما اومدن بیرون. فقط که دیر جنبیدیم، میخواستیم بریم کاخ گلستان، اومدیم رسیم ساعت 3:30 بود، گفتن تا ساعت 4 بیشتر نیستن. بعد دیگه چون مرکز تهران بود اومدیم یه دوری این اطراف بزنیم، فیلمش رو هم برای شما میگیرم. اینجا کجا؟ سلام به دوستان عزیز. اینجا باب همایونه، توی مرکز تاریخی تهران هستیم، نزدیک میدون توپخونه، از این طرف به دارالفنون نزدیکه. می‌خواستیم بریم کاخولستان که بادر ترافیک متأسفانه در واقع نرسیدیم به اونجا. حالا میایم توی خیابونای تهران توی این منطقه تاریخی قدم میزنیم. به نظرم حال هوای خوبی داره. بارون و برف هم امروز حسابی زده، هوا خیلی خوبه. خانم آقا اگه داری فیلم رو گیریم خواهد چه یه رو بیاریم تست کنیم. بارش دیشب از کرمانشاه رسیده، نداریم اینقدر سایه. نوخورماییه. نوخورمایی پخته دیروز صبح کرمانشاست، نداریم. تست کن خانم. اینو گذاشتن اینجا رو گرم کنه. نه دیگه نمیخوام. الان تو این مسیره هم من میرم شیرینی میدید که دیگه هیچی. مرسی. مرسی. بازم به من شیرینی. این چیه؟ لوکومه سوال استانبوله. جلاتو اصلا شکر نه نشاستم نداره. باشه، مرسی. این بیا پژوان، اینو تو بخور دیگه من تشنم میشه دارم. کمک کن اینو بگیر دارم. نگاه اینجا رو ببین چرا اینجوری. بیا مهدا. این دارم باشه.
چقدر مون مهداد، من این رنگو خیلی دوست دارم، این 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 آبی. اینجا هم که خودش سوهان تازه درست میکنم. بفرمایید تست کره بادوم زمینیه، بفرمایید تست کنید. کره‌گیری کره بادوم زمین داریم، اینم دستگاه عدمونه. اون قسمت شیره‌های انگور، شیره خرما داریم. مویزامون اونوره. اما برای شهر خاصی هست شیراز. برای شیراز همش. چطوره سپه؟ اینجا غرفه مس. آقا این بالایش آدمیه. 165 درمیه. 165 درمیه. بلی کیلو چنده؟ کارو 390 بقلی 400 درمیه. چاقوهای زنجان. پس اینجا غرفه مسه برای زنجانه. چای دمنوش رو داره. آره؟ بگیریم دمنوش. آبشن، کوی، زنجفی، کوی محمدی. بابونه این چیه؟ چه ترکیبیه؟ اینو داره، همه چی داره. بخوایی حال تستش بیدیم تو پایی الان؟ بله میدونی سه تا برام میدونی فردا بیه دیگه ندارم اونجوری بگیری که از اینجا باشه از خود بوری هم باشه چه خوشنگه زعفرون داره بگیری صافی نمیذاشتی که اون چیزاش نیاد توش نه دیگه. اونو خیلی خوبه بخوری آخه نمیشه بخوری که چرا بابا میگه اینجا قند یا نبات هر چی میخوایم بردارم نبات براتون بردارم؟ نبات بردارم خوش کجای نباتون؟ ها میره پایین بالا ابنه دیگه هم نمیدونم اسی جان 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 محترم عزیز چای سرزوری چی بابا آدم بیاد همیشه اینجا چاییاشو بگیره تو سرمو بخوره از من همیشه میام اینجا میگیرم بخورم میام میشنم رو همی صندلیه پیشانی چه فلکه رو ببین چقدر قشنگه آره بچگیامو یادش بخه ولی من تو اینا که میشستم هر لحظه احساس میکنم میخوام سقوط کنم از توشون بیفتم خیلی خوشگله ببین وقتی که همه رو سوار میکردن این نکن یکیش که خالی بود یه سنگ جای یه نفر میذاشتن توش که تعادلش حفظه وای این تلفونا نگاه خدایا ولی چه حس خوبی داشت واقعا چقدر قشنگ وقتی میرفتی این تو میخواستی زنگ بزنی خیلی حس امنیت و خوبی داشتی دیگه حالا سرد بود گرم بود ماسکم بزنم جانی مجرم خانم بفرمایی بفرمایی نوبت شماست میگه خانم بفرمایی میدون توپخونه یکی از قدیمی ترین میدونای تهرانه که زمان قاجار یه توپ مروارید این وسط بود که شلیک میکرد برای ماه رمضان موقع سحر و افطار اون روبروی ساختمانی از قدیمی اگر دقت کنیم کدومه؟ سمت روبروی سمت چپ نه نه این ساختمانی که پنجره مدرن تره نه بغل ساختمان قدیمی تره اون اگه اشتباه نکنم بانک جز اولین بانک های ایرانه بانک شاهی اگه اشتباه نکنم اسمشو اصلا یه تاریخچه خیلی طولانی داره این میدونه هویت خیلی خاصی داره توپ مرواری که میگم قدیما اینا که مجرم بودن زیر توپ بس میشستن که حالا بخشیده بشن و حوادث خیلی خاصی اینجا اتفاق افتاده اون روبرو خیابون چراغ برقه
خیابون چراغ برق اولین خیابونیه تو تهران که اصلا برق و روشنایی اومد توش. که الان بله به خیابون امیرکبیر معروفه. الان سمت راستم که الان میریم پایین خیابون ناصر خسرو. خب اینجا که لاله‌زار بود خندق بوده نه؟ اینجا بله، اینجا که خب یکی از در واقع اولین خندق‌های قدیمی تهران بوده که بعداً توسعه پیدا کرد، شهر به عنوان یه خیابون ناصری شد و بعداً شد خیابون ناصر خسرو. ولی یکی از اولین خندق‌های دور شهر بوده. اصلا هویت خیلی خوبی داره. من فکر می‌کنم اینجا باید سنگ فرش بشه، اصلا ماشین نباید از اینجا بره. آره واقعاً. این مایی داریم پیاده روی می‌کنیم. چه حال و هوای خوبی داره. جای همه خالیه واقعاً. همه خالی تو همه خیابون ناصر خسرو. همسرم میگه که بریم سمت دارالفنون، اینجا نزدیکیم دارالفنون. حالا بریم ببینیم چطوره. خیلی وقت بود یه همچین پیاده روی نکردیم. ببخشید ما ماسک زدیم دیگه به خاطر رعایت پروتکل های کرونا. آره بریم همینجا. خیلی هوا عالی. الان داریم میرسیم نه؟ دیگه داریم نزدیک میشیم. الان به سردر اصلی و جای دیگه‌اش داریم نزدیک میشیم. دوربین اینجوری میندازم که این ساختمونای قدیمی خوشگلم ببینیم. من خودم عاشق اینجور جاها. مهداد میگه مامان حیف که اینجاها خیلی شلوغه. ولی آدم میومد توی خونه های اینجوری قدیمی زندگی میکرد. بذاریم بندازم. آها رسیدیم. صفحه دوربین رو برعکس کنم. این از دارالفنون. قدیمی ترین مدرسه ایرانه. یه جور میشه بگی که جزء مدرن ترین قدیمی ترین دانشگاه مدرن ایران هست که زمان امیرکبیر که اولین محصلا رفتن اروپا 1268 هجری قمریه. بعد خب معلمایی که عمدتا از اروپا می اومدن، از فرانسه و غیره، اینجا می اومدن تدریس و آموزش، حالا به خصوص شاهزادگان و بچهای افراد با نفوذ رو بر عهده داشتن. و دانشگاه تهران یه جوری قدمت و سابقهش برمیگرده به دارالفنون که بعداً حالا دانشگاه تهران زمان رضا شاه بعداً افتتاح شد و حالا اون جایگاه خاص خودش رو داره تو کشور. ما امروز پیدات کردیم به ما اطلاعات تاریخی میدیم. اونجا هم که تاریخ چشم. وقتی که راجب قاجار حرف میزنیم واقعا امیرکبیر رو یکی از چهرهای شاخصه که بعد ازش نام ببریم که مجسمش هم می‌بینیم اینجا. مدرسه دارالفنون که بعداً شد دانشگاه و پیوست خورد با دانشگاه تهران جز اولین مدرسه‌های مدرن ایران بود. که ولی داستان غم‌انگیزی که داره چیه؟ اینه که 13 روز قبل از اینکه امیرکبیر به قتل برسه افتتاح شد. خیلی ناراحت کننده است واقعاً این موضوع. ولی متأسفانه این اتفاق افتاد. چیزی نزدیک به 120 سال هم اینجا مرکز آموزش موادی مثل طب، مثل نقاشی، مثل تاریخ، جغرافیا و علوم مختلف بوده اون زمان. چه حال خوبی داشته واقعا. یه جورای پیوندم خورد با دانشگاه تهران دیگه. شما به جاش تو دارالفنون رفتی دانشگاه تهران درس خوندی دیگه. اینجا باز اگه اون موقع بودیم اینجا بود. بله بله. ساختمون های این مدلی چقدر توی مرکز تهران زیاد بوده. تراس هایی که این مدلی از جلوی پنجره ها بیرون ساختمونه خیلی حس خوبی داشته به نظرم. بعد این محدوده برای خودش برو بیایی داشته. این خونه ها اون موقع جزبه خونه های شیک و قشنگ بوده. اینجا خب ناصر خسروه. ما داریم قدم میزنیم دارالفنون هم دیدیم. میایم به سمت پایین. ببینید اینجا دوربین و اینا دوربین عکاسی هم میفروشن. یعنی یکی از مراکز فروش دوربین عکاسیه. و چرا اینو گفتم؟ جالبیش اینه که خب اولین دوربینا و اینا رو ناصرالدین شاه وارد ایران کرد. بعد عکاسی میکرد. فکر نمیکرد که یه روزی خیابون ناصر خسرو بشه مرکز فروش دوربینای عکاسی. یه ساختمون قشنگ دیدم تو همه خیابون ناصر خسرو. گفتم فیلم اینا براتون بگیرم. واقعا قشنگه. پاساژ بوده، سرای روشن زده.
شاید الان پاساژ شده. امیدوارم که ولاگ امروز رو دوست داشته باشید. سعی میکنم که ولاگای این سبکی رو بیشتر بگیرم وقتی که میایم تو بافتای این مدلی و جاهای اینجوری. منتها اگر که خوشتون اومده و این سبک ویدیوها رو دوست دارید توی کامنت ها حتما بگید. خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید. هر جا که هستید دلاتون خوش باشه و روزگارتون به همین قشنگی.